سلام، سلامی چوبوی خوش شکوفه های بهار نارنج. خوشحال هستم که مقدمه کتاب پا به پای عشق رو تقدیم حضورتون میکنم. این کتاب به احتمال قوی آخرین اثر مکتوب من خواهد بود و بسیار برای من عزیز هست، به علت این که ثمره لحظه های بسیار بیاد ماندنی زندگی من بود که بسیار هم تلخ می نمود، لحظه های تنهایی و انتظار. مدت 30 سال دبیر آموزش پرورش بودم و در هنگام امتحانات من مبتلا می شدم به اینکه مراقب بچه ها باشم تا تقلب نکنند. لحظات سکوت و انتظار پایان وقت امتحان. در مدتی از زندگی، مدت 2 سال در خدمت مادر بیمارم بودم که عملا اسیر بستر شده بود و کمتر حرف میزد و بیشتر مراقبت احتیاج داشت. اون هم دوران نسبتاً تلخی بود که با توکل به خدا و دعا خوندن برای من آرامش پیدا میشد. اولا تسبیح به دست داشتم و حرف هام رو با خدا میشمردم. بعد با خودم فکر کردم که چقدر خوبه به طور مرتب در این دوران کاری رو ارائه بدم که در حد خودش کار ماندنی و بدیعی باشه. وقتی خوبیای دوستانم رو می دیدم میخواستم از اونها تشکر کنم یا میخواستم آرزوها و توقعاتی که دربارشون داشتم بیان کنم و یا از اشتباه‌های ناخودآگاهی که انجام دادن معذرت بخوام و یا آنها انجام دادن دربارشون صحبت کنم و تذکری داده باشم به خودم و به دیگران. قطعات کوچیکی رو می‌نوشتم، ولی این قطعات نوع خاصی بود. اسم اونها رو، حروفش رو جدا می‌کردم، به صورت عمودی می‌نوشتم و ابیاتی رو که ردیف می کردم مناسب و هم جنس حروف اسم اونها بود. مجموعه ای به دست آمد در نوع خودش بدی برانگیزنده. اون چیزی که مهم بود شور و عشقی بود که در این مجموعه خودش رو نشون میداد. اسما بی نهایت هستند یا بیشمار هستند و به همین علت من نمیتونستم یک کار کاملی رو ارائه بدم، ولی در این حال هم در امسال که حدود قدیر 1390 هست ندیدم دیوانی که تمام اشعارش به سبک موشح نوشته شده باشه. 3 عامل باعث شد که من این کار ناتمام و بیشاعبه رو تعجیل کنم در تهیه و ردیف کردنش. استاد من دکتر علی گلزاده قفوری که کتاب دانه های تسبیح رو درباره کلاس هایی که از ایشون داشتم، درباره سوالاتی که از ایشون پرسیدم داشتم، از دنیا رفت و فراغ و تنهایی باعث می شد که من به گذشته نگاه بکنم، دوره بکنم و واقعا از لطفی که خدا به ما کرد که این مرد بزرگ رو و متفکر رو در راه زندگی ما قرار داد تا مؤثر واقع بشیم و مؤثر حرف بزنیم، از دنیا رفت. من در سال 1380 کتاب رو به حضور ایشون دادم تا یه دور از نظر بگذرونن.
رفتاری که از ایشون دیدم به نظرم اومد از این اثر خوششون اومده. مثلا من کتاب رو گذاشته بودم جای پای عشق، حتی رو جلدشم انتخاب کرده بودم، ولی استاد در یک قسمتی نوشته بودن پا به پای عشق. همه دوستان گفتند پا به پای عشق یک سلوک و سیری درش هست، ولی جای پای عشق یک حزن درش هست. به همین علت کتاب رو به یمن سلیقه استاد کردم پا به پای عشق. در انتهای کتاب استاد دو شعر برای اسم من به مناسبت اسم من مونا، میم نون الف مقصوره و میم نون الف نوشتند که شاید باور نکنید از هر مقدمه‌ای که استادا می نوشتند برای شاگرداشون، برای کتاباشون، یا از هر لوح افتخاری برای من ارزشش بیشتر بود. به نوعی فکر میکردم از این کار خوششون اومده، خصوصا که روی جلد کتاب یک سری کلماتی رو پیشنهاد کردن که روی اونها هم تمرکز کنم. اسم بیشتر اسم مصدر بود، مثل همسری، مثل دوستی، اخلاق، معلمی، رهبری. این دلیل اول یا عامل اولی بود که باعث شد من این کار رو پیش ببرم. دلیل دوم این بود که من بازنشست شدم و مادرم هم از دنیای دون ما رفت و وسعت زیادی از وقت برای من باقی موند که بتونم گذشتم رو به صورت مکتوب منظم کنم، کارهای فرهنگی رو ادامه بدم. سومین عامل که باعث شد این کار رو هرچه زودتر ادامه بدم و تمام کنم و در اختیار دوستان قرار بدم، نقش آفرینی یک لخت خون بود. دوست عزیزی داشتم که استاد دانشگاه بود و در اثر پاره شدن پرده‌ای در شبکیه بینایی یک چشم خودش رو به طور کامل از دست داد. با تمام غم مدت بیش از 15 سال به کارش ادامه داد بدون اینکه کسی بدونه او در چه شرایطی داره کار میکنه. بهمن ماه سالی که استاد از دنیا رفت، استاد در دی ماه از دنیا رفت، 11 دی ماه، و در بهمن ماه همون سال من یک انفاکتوس وریدی داشتم روی شبکیه و متاسفانه عصب بینایی من هم روی یک چشم آسیب اساسی دید و نمیتونستم اشیا رو به صورت واقعی که هستند ببینم. بینایی دو چشم کاملا با هم فرق میکرد. مثل اینکه دنیا برای من هم پیام داشت که بی استاد نمیتونی هر چیزی رو یا همه چیز رو به صورت واقعیشون ببینی و یا درست. سومین عامل این بود که یکی از دوستان عزیزم که در این حال استادی هم بود برای من، به عنوانی که می آمد کارهای کامپیوتری رو به من یاد می داد، خیلی از شنیدن این مسئله که من دید درستی ندارم ناراحت شد و گفت که من شما رو بعد از عید می برم پلوی متخصصین و آخرین تکنیک ها رو بررسی میکنیم، شاید الان یه راهی بوده و اون دکترهایی که شما بهشون رجوع کردید به شما نگفتن. او که قرار بود در نوروز سال بعد، بعد از تعطیلات من رو به نزد پزشک ببره، در ششم فروردین همون سال در اثر سکته قلبی از دنیا رفت.
الان متوجه میشید که چرا میگم نقش آفرینی یک لخت خون مسیر زندگی من رو عوض کرد. من بعد از او برای مدتی همش فکر میکردم دارم میمیرم و خبر ندارم کی آخر کار به سر میاد. زندگی نظم خودش رو دست داده بود تا اینکه توفیق پیدا کردم تا این فکر رو تصحیح کنم. به خودم گفتم حالا که قرار من برم خوب از خودم یک اثرهایی باقی بگذارم، پیامهای خودم رو بدم و کارهام رو منظم کنم، که این تصویر هم ثمره همون تصحیح فکریه. این کتاب علاوه بر این که دیوان توشیحات کم نظیری هست و پیامهای توش داره، یه خاصیت دیگه یا خصوصیت دیگه هم داره و اون اینه که قهرمانهاش انسانهای عادی هستند. این صنعت اسمی رو در نظر بگیره و حروف اون رو جدا میکنه، به صورت عمودی مینویسه و عملا ابیاتی که گفته میشه مطابق همون حرفی است که اون اسم از اون تشکل پیدا کرده. عملا از نظر شروع بیت و از نظر تعداد بیت و از نظر آهنگ قافیه شعری محدود میشه. به همین علت میخوام بگم که این شعرها شعرهای جوششی نیست، شعرهایی است که کوشش شده تا یک پیامی آورده بشه. در تعریف شعر گفتند که صور خیال در اون نقش اصلی رو داره. به علت اینکه من ابیاتم محدود بود یا خطها محدود بود، نمیتونستم از صور خیال استفاده کنم، صور اندیشه رو چراغان کردم. پیام‌های اخلاقی برانگیزنده‌ای برای دوستان و آشنایان تهیه کردم. شعر دارای وزن و قافیه است، یعنی چگونه گفتنه. اگر احیانا کتاب رو در دست دارید و آهنگ و قافیهش رو در نمیارید، پیشنهاد میکنم یک بار دیگه بخونید تا آهنگ و قافیهش به دست بیاد. این شعرها در هر مراقبه، در هر شب، در هر روز نوشته شده، جمع‌آوری شده طی سالیان و چون اسما بی نهایت هستند، من نمیتونستم یه مجموعه ای از اسما برای شما ارائه بدم و متاسفم از اینکه ناتوان بودم در این کار. قبل از خوندن اشعاری که استاد به یادگار برام نوشتن، سه نکته رو دوست داشتم بگم. یکی این که خصوصیت این کتاب این هست که قهرمانهاش انسانهای عادی هستند که مؤثر واقع شدن و تغییر ایجاد کردن و تونستن عشقشون رو به صورت موجی به من برسونن. از همه اونها جا داره تشکر کنم و در مقابل از اسم، از اونهایی که اسمشون توی این کتاب آورده نشده عذر میخوام، به دلیل اینکه 40 سال کار فرهنگی کردن و نوشتن باعث شد که دیگه من حرفی برای زدن نداشته باشم. اگر میخواستم درباره اسمای اونا هم مطلب بنویسم، مطلب جدیدی نمیشد، تکرار بود به بیان دیگه و بهانه دیگه. در نهایت از همه اونهایی که منو تشویق کردن، از همه اونهایی که به من یاد دادن تا این کار به دست شما برسه تشکر میکنم، چون مطمئن نیستم که راضی هستن اسمشون رو ببرم اسمشون برده نمیشه، ولی کسانی بودن که اگر اونها جدی نمیگرفتن این کار رو، جدن این کار به وجود نمیامد. در صورت که علاقمند هستید با من در تماس باشید، میتونید به سایت من سر بزنید www.mona
khazal.com monakhazal.com. خوشحال میشم که اثر این کار رو روی شما ببینم. دوست داشتم که شعر استاد رو براتون بخونم. مونا میم نون الف مقصوره. مونا دارای استعداد و کوشاست، نوا دارد ولی کو هم نوایی. الا یا ایها الناس ادرکوها انصروها. خط سوم که از خدا میخوام همیشه خط سوم بمونه، معنیش این هست که ای مردم او را درک کنید، او را یاری کنید. قطعه دوم مونا میم نون الف. کردی تو ما را آشنا اما بکن باز هم، ناگفته ها را گفته ای اما بگو باز هم. آگاه کردی نسل نو، آغاز کردی طرح نو، درده دگر آواز هم. میخواستم خواهش کنم در صورت امکان به خاطر شادی روح این استاد بزرگ کمیاب دکتر علی گلزاده غفوری یک دقیقه سکوت بفرمایید و در صورتی که اعتقاد دارین سوره حمدی بخونیم. ممنون هستم. اخلاق، اصلهایی که تو را انسان کند، خلق را رام تو برپیمون کند. لطف و صبر و حزم را هر کس که طبع خود کند، آرمانهای خدا را در زمین برپا کند. قله‌های نور فتح او بود که حقوق دیگران احیا کند. استاد، این شعر رو سال 82 به استادم تقدیم کردم. افتاده بودم دست گرفتی، سستی ز غم و درد گرفتی، تاریکی ابهام ز ذهنم بزدودی، اسرار بگفتی، بی تجربگی ها بگرفتی. دستی که بدادی صد دل بگرفتی. اسرائیل تحت تاثیر جنگی که اتفاق افتاد در سال 1385 و اسرائیل حمله کرد به لبنان مجددن، و در اخبار می دیدم که این جوانهای مذهبی یهودی چجور تون تون دعا میخوندن برای اینی که اسرائیلی ها پیروز بشن. تحت تاثیر اون این قطعه رو نوشتم. آن همه اوراد که برخیش بخاندی به کجا رفت؟ سنگی که بران لوح خدا بود پوسید، ترابش به هوا رفت. رفتار یهودا، عمران سلیمان، نه روح انسان به فنا رفت. آن دولت مطبوع، آن دولت حاکم، افسوس به دنبال هوا رفت. ایرت که خدا بود، اسرا خانواده، ای وای که فامیل خدا راه قبا رفت. یک روز ببینی آن هیمنه چون دود سیاهی به هوا رفت. لولیگری بگذار، بگذار بگویند یهودی یا مسلمان، یک آدم انسان
با صلح و صفا سوی خدا رفت. توضیح میدم که مقصودم در این شعر از دولت مطبوع و دولت اسرائیل بود و مقصود از دولت حاکم دولت وقت امریکا بود که بسیار پشتیبانی میکرد از به اصطلاح لولیگری های حکومت اسرائیلی. اسلام. انسان به ملک نزدیک شد با اسلام، سلمان و خدیجه، علی یا عمار، لعنتش باد که مقشوش نمودین امکان، امر خود حرف خدا کرد، حرامش رضوان، محض تسلیم به حق است پیام قرآن. من در سال 89 بالاخره برای اولین بار تصمیم گرفتم برم و کاخ سعدآباد رو ببینم. قسمتی که پیاده روی میکردم به طرز عجیبی این توهم برام داشته بود که محمد رضا شاه پهلوی با همون لباس نظامی داره طرف چپ من راه میره و هی من رو نگاه میکنه. در تأثیر اون حالت من این قطعه رو به نام اعلی حضرت نوشتم. ای مردی که برای بزرگی کردن تربیت شدی، عظمت را در چه دیدی، بال عزم بر چه گشودی، لبخند زده دو دست را در پشت گره کرده ای، همراه هم شدی، یعنی فقط همراه منی یا هر که به باغت بیاید پیامش داری؟ حسی دارم از حضورت در آن لباس نظامی، بگو چه آموختی، ضرورت چه بود در معترضان را درو کردن، ظلم کردن. راه‌های این باغ از من و تو پیرترند، درخت‌ها را نگاه کن که میگویند تو برای ماندن باید ریشه در عمق داشته باشی یا سری سوی آسمان. آلا آمدی تا یاد حق، تا راه حق پیدا شود، لاک پشتی های هنگ مفتیان رسوا شود، از چراهای تو شاید اصل های برتری برپا شود، اخذ معنی روح هستی، عشق و مستی بر تو هم زیبا شود. اولاق در متروی ایستگاه بهشتی من سوار قطار بودم و روبروم عکس بزرگی رو دیدم روی دیوار ایستگاه زدن، یک اولاق توی دوربین نگاه میکرد و بارش بنزین بود و یک مرد روستایی هم در کنارش و نشون میداد که با چه زحمتی این صنعت نفت ملی شد. اولاق آه از آن چشمان غمگینت، چون گذاری که چنین بارت کنند، لایق برتر از اینی، چون گذاری که گرفتارت کنند، این چنین رنجت دهند و در نهایت وصف دشنامت کنند. غالب آور زورگویان نعره یا اعتراضی تا که خوشنامت کنند. امامت. اگر در قلب من باشی امامی،
مرا دائم برخانی امامی. اسیر جاه و شهوت گر نباشی تو امامی، مصائب گر که از مردم برانی تو امامی، تحجر را چو اسلامش نخوانی تو امامی. امام زمان، امانم ده که من در هر نفس دادی برارم، مسائل را بپرسم، خرافه از ته این دل درارم. امامی ده مسیرم را گشاید، که حجت از درونم سر برآرد. مرامی ده در آن خوبی بجوشد، ولیی که از او حکمت برآید. ز ما افکار پوسیده ستاند، ز خالق نور حق سوغات آرد. میان ماست آیا حی حاضر؟ زیانکارم اگر او را نیابم. اگر او حاضر است بر قلب و روحم، اساس ظلم از ریشه درارم. نصیبم از زمان و از امامش همین که مردمان را از تهجر باز دارم. امید. افتادم و دستم بگرفتی، در هر قدمم رخ بنمودی. من بی تو گناهکارم، تنهایم، یک لحظه عمرم تو ز من دور نگشتی. یاد از تو گرفتم که آرام نگیرم، بشکفتم و درها تو بر من بگشودی. دنیایم بسته، قلبم چه شکسته، با این همه شادم که تو بر من بگذشتی. انسان، اسیر مرتجع مشو، گردن خود وا برهان، نگاه خود به عمق هر پیام زن، گوهر اصلی برهان. سوی خدا آی به اصلاح نفس، نفس ز شیطان برهان. امیر حق شو تو مسلط به خود، قلب ز کینه برهان. نیروی پنهان به نفس ها بدم، خود ز بدی ها برهان. انقلاب. اتحاد در مصلحت، به انحصار در منفعت اگر بدل نشود، نصر و نجات بالهای گشودهی شود برای هموطن. قطره‌های دریا دل مردمی می شوند، با ارادهی موج شکن. لبها اگر از نقد بسته نشود، و چشمها از دقت نظر، انسانهایی می شویم رهگشا، حقجو، واقع نگر. به کوشش ما سایه های بلا برچیده می شود بار دیگر. ایران، آرزوهای گران است به خاکت ایران. یافتم عشق که آباد کنم این ویران. روزگاری به اسارت بگذشت بر شیران، آسمان گفت که بی‌قدر شوند بس پیران. نور عشق آید و خاموش کند این نیران.